با عرض سلام و ابلاغ ادب خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، چه روز زیبایی است در حقیقت امروز، برای اینکه چند تا موضوع در هم تنیده شده است. اولا که اولین روز است از چهارمین ماه، از دوازدهمین سال، از سومین هزاره و بنابراین روز اول ماه است. روز یک شنبه است، روز مه، روز ستایش، روز خورشید، روز شادی و بنابراین هم اولین روز ما است، هم روز یک شنبه است و هم سیزدهمین روز از سال جدید است، مراسم سیزده بدر، که امیدوارم سیزده همه شما بدر باشد و شما رو در حقیقت در سال جدید سالی پر از شادی و سلامتی برای شما و همه عزیزانتون باشه. آرزومون اینه و مهمتر این استش که نخستین ساعت برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو آغاز میکنیم، پس بنابراین همه اولها حضور دارن و در خدمت جناب آقای دکتر کاظم ودیعی هستیم که اون هم در حقیقت مضاعف است بر همه اینها و بنابراین شادی رو 200 چندان خواهد کرد. میدانم که شما بیش از من در انتظار، چون تلفن هایی شده بود قبل از برنامه و همه پرسیدن که برنامه آقای دکتر ودی امروز مناسبت 13 به در چجوری است، گفتیم که به حال ازشون خواهش کردیم، ایشون هم اظهار لطف کردند و تشریف دارن، برنامه آقای ودی رو انجام میدیم و بعد هم با شما گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدید که از طرف خودم و شما خوبان و نازنینان سلامی بکنم خدمت آقای دکتر ودی. آقا سلام بر شما. سلام به شما آقای بهبانی، سلام به دوستان عزیز و شنوندگان محترم. قربان شما. جناب ودی، اولین مسئله مسئله 13 بدر، بالاخره این 13 رو باید بگیم مبارک باشه، 13 شما بدر باشد. این 13 بدر چه صیغه‌ای دارد؟ 13 بدر ما تبدیل شده به سکه بدر. حالا سکه بدر در شهرهای بزرگ آب روان برای اینکه سبزه رو به آب بدن وجود نداره و اگرم داره تحت کنترل مقامات هست، تو آب روانی نمیشود چیزی رو انداخت. من به در شهرهای بزرگ در همه جای مشکل هست ایرانی ها و گاهی وقتا به طور غیر قانونی این کار رو انجام میدن. پس ببینید که مسئله سیزه بدر چی بوده. مسئله سیزه بدر در حقیقت با عدد سیزده شروع نمیشه. در حقیقت ما از نیمه بهمن که نیمه به اواخر بهمن که خانه تکانه رو شروع میکنیم و سبزه میاندازیم، این یک شروع هست برای یک سری جشن که میرسد به 15 فروردین و در طول این خانه تکانه تبدیل میشه به این که اون اضافات مزارع و باغات و کشت و کار رو جمع میکنن، در یه نقطه میذاشتن و میسوزوندن و از روش بچه ها میتریدن، یعنی آلایش رو از بین، آلودگی ها رو از بین میبره، به پیرایش و به پاکی و پاکیزگی میرسن. و بعد که میرسیم به نوروز که جشن واقعی هست، که اول بهار هست، این رو تمام شدن سال رو جشن میگیریم و ضمناً انتهای کار سال گذشته است. ولی بین این جشن و شروع دوباره ما یک فاصله ای داریم که اسمش جشن نوروز. در گذشته 7 بود، ولی در گذشته دوردست این جشن ادامه داشته تا آغاز کار کشت و کار دو مرتبه، که میشه در حقیقت در حدود 15 ماه فروردین که در مناطق مختلف قدری چند روز پس و پیش داره. منتها توجه کنید که سبزی که تو خونه درست کردیم، پیش باز بهار رفتیم، چمن و سبزه باغ و راغ رو آوردیم توی خونه، این حالا دیگه رشد کرده، رشد کرده به یک جای رسیده که دیگه انتهای رشدشه، باید از دستش راحت شد دیگه. برای این کار چه چیز زیباتر از این بوده در گذشته دور که کنار آب روان می نشستن و یه سبزه رو روش بندازن و ببرتش، هم زایعش نکردن که بسوزونش یا بندازن توی آشغالدونی، هم این که این سبزه رو که یه مدت یک ماه پذیرایی ازش کردن جلوشون نمیره، برود به جای دیگر.
و تا انباشته بشه در دیگه شاید هم تبدیل به کود بشه. ولی امروز روز چنین چیزی مؤثر نیست در شهرهای بزرگ، در شهرهای صنعتی. بنابراین بایستی خیلی محتاط باشید که اتفاق ناجوری نیفته. در شهر من همه دوستان که از من پرسیدن این به هر حال سفره ایست که زفت هست، ولی شما نمیتونید در رودخانه سن بیندازید که جرمه، و نمیتونید تو باغات ملی بیندازید یک گوشه باز که جرمه، برای که جزء زباله ها محسوب میشه. بنابراین خیلی با احتیاط بهش به یک طرز آبروبند این را از خودتون جدا کنید. تصادفان هوا بسیار خوب هست و این نشانه که جشن به خوشی و خوبی تمام شده. از من یک فرنگی همین امروز پرسید بعدش چی؟ بعدش کاره. کار شروع میشه با گل پروری، آماده کردن زمین برای کشتای تابستانه که در آخر تابستان شروع میشه. این سنت ها به حد زیبا و به حد خوب و به جا هست که فرق میکنه با این که ما ازش یک استنباطات دیگری بکنیم که سیزده خدای ناکرده نحسه یا نحسه. این حرفا شوخی نیست. یا سبزه رو گرفت بزنیم یا نزنیم یا از این حرفا، اینا مسائلیست که افزوده شده بر جشنی که از خود دل طبیعت اومده بیرون و انتهای یک دوره جشنهای متعدد هست. بنابراین اگر کسانی دوست دارن سبزه رو گرفت بزنن به امیدی که معمولا ذکر میکنند، هیچ اشکالی نداره، خیلی خوب بکنن این کارو. ولی اگر که این سبزه رو که گرفت میزنن زمنا متوجه این بشن که فردا از فردا روز کار به معنی کار و کشت و باغ و گلپروری و هرس کردن درخت چیدن میوه های درختها و خلاصه زندگی جدیدی که در باغ راخت ایجاد میشه هست، اون هم زیانی نداره و ضمنا سربلند و خوشحال که در حدود نزدیک 20 و چند روز شادی و خوشی و یاد گذشته و زمان رفتن به سوی آینده رو جشن گرفتن. این جشن نباید تبدیل بشه به جشن خرافی که خدای نکرده یکی بگی که عدد 13 یوم داره یا بگی نداره و این حرف رو امیدوارم که دیگه با رشد فکری که در جامعه پیدا شده ازش فاصله بگیر. این اشاره بود که بنده خواستم بکنم و در خدمتتون هستم برای مطالب دیگه. متشکرم از شما. ارزم به حضورش اصلا که به مطالب دیگه بپردازیم، هفته پیش آقای بهبانی لطف کردن از من خواستن راجع به فردوسی و اون چه که فردوسی از زمانه خودش درک کرده و به ایرانیان توصیه میکنه اینجا صحبت بشه. من قبول کردم با توجه به این که از در سال گذشته در حقیقت 6 ماه حداقل سر این کار گذاشته بودم برای اون 60 تا 80 بیت اول فردوسی که ببینیم خود مراد فردوسی از خدا و خداگرایی چیست و این رو مقایسه کنیم با 7 تا 8 تا شاعر از شعرهای متقدم یا همزمان خودش یا بعد از خودش و ببینیم اونها چه میگن. من این کارو کردم و این متن آماده است، ولی لااقل یک ساعت و نیم دو ساعت وقت میبره این توضیحش و فکر کردم که دوستان ممکنه خسته بشن، ممکن است که با آقای بهبانی قرار بذاریم که این ضبط بشه یا مثلا فرض کنید در دو جلسه گفته بشه، هر چوری که ایشون تصمیم بگیرن من این رو در خدمتشون هستم. و چون فردوسی در این مکتب زنده کردن به احیای غرور ملی حرف میزنه، معمولا در داستانهاش نه در آغاز کارش، بنابراین بد نیست که اشاره بکنیم در طول این صحبت به فرهنگ های متعددی که بعد از اسلام به وجود اومده در ادبیات ما، مثل فرهنگ فردوسی که فرهنگ غرور ملی است و یا فرهنگ تضرع که پشتش فرهنگی است که ناشی از عزاداری هاست، یا مثلا فرهنگ تعصب تعصباتی که پیدا شده، یا در هر حال فرهنگ شادمانی که نزد بسیاری از شعرها بوده و زندگی این دنیایی رو ستودن. اینا بحثایی است که پیش میاد و از همه مهمتر این است که مراد فردوسی از خداگرایی و کلمه خورا خدا و چگونگی رفتن به سمت طبع خود خدا رو
بسیار مکلف کرده و راهی گشوده که دافع یعنی دفع کننده خرافاتی هست که به ما ترغیب کردن و راه گشای این هست که برای اینکه به خدا برسید باید از خرد و علم برید، علم این دنیایی. این موضوع رو شک کردم که این وقت آقای لبانی اجازه میده که واردش بشیم، یا اینکه امروز یه موضوع دیگه پیشنهاد بکنم به نام وسوسه کمک بیگانه که اپوزیسیون در این سالهای دراز بهش مبتلا هست که بعضی ها موافقن و بعضی ها مخالف. هر جوری که شما تصمیم میگیرید من در خدمتتون. ممنونم شما. بله بسیار خوب، اگر که به من اجازه بدید فقط من در مورد فردوسی فقط یک سوال میکنم، اگه میشه اینو پاسخ بدیم، ولی اون رو به مناسبت 13 به در و اینکه بالاخره امروز مردمی نیستن در بیرونن به باغ و بوستان رفتن، به هفته آینده موکول کنیم و اون رو هم تو که فرمودید تلاش میکنیم که به حال دو بخشیش بکنیم که مطلب فرجه باشه که همه موضوعات مطرح شه. فقط تنها سوالی که واقعا این سوال همیشه تو ذهن من دور میزنه این هستش که مدعی هستن که یه آدمی مثل فردوسی که توی دهی به نام توس نشسته بوده تونسته که زبان یه مملکتی رو حفظ کنه، یعنی اغراق خیلی بیش از حد به نظر میرسه. میخواستم اگه میشه ببینیم که این اغراق از کجاست، فقط آیا این اغراق رو میشه راجبش قدری صحبت کنید و بعد میرسیم به اون مسئله دوم، چون یه قدری اغراق بیش از حد به نظر. هر کس دلش خواسته کرده در هر زمینه، هر کسی میتواند غلوف کنه. فردوسی خدمتی کرده بسیار، برای اینکه بدونیم فردوسی در چه شرایط زمانی بوده چند دقیقه وقت به من بدید. ما در طول تاریخ سه یورش بزرگ به این مملکت شده. یکی یورش اسکندر هست که به هخامنشیان خاتمه میده. اسکندر میآید، مجذوب تمدن و فرهنگ ایرانی میشه، یادداشت ها میکنه، میره تا خلیج فارس، میره تا شمال شرقی مملکت، میره تا ماوراءالنهر، میره تا افغانستان و از اون طرف میخواسته بره به هندوستان که دیگه نمیتونه و بعد برمیگرده و شهرهایی میسازه و آبادانی میکنه و به سپاهیانش دستور میده با ایرانی ها ازدواج کنه، اینها نژاد والایی هستن. و بعد خیلی زود دوچار قولنج میشه و فوت میکنه و به نتیجه نه زبان ما رو خراب کرد و نه مذهب ما رو، ولی آمد یک سیری کرد، مجذوب شد و رفت. اون چه که بعد از این اتفاق میفته این است که مملکت ما متاسفانه جزء فتوحات اسکندر قلمداد بشه و برای مدت مدیدی این جانشینان اسکندر در این مملکت حکومت بکنن. اون یه مسئله تاریخیست، من واردش نمیشم. یورش دومی که به ما سرور کشور ایران صورت گرفته یورش اعراب مسلمان هست، در انتهای دوره ساسانیان صورت بگیرد. در دوره ساسانیان جامعه ما به فکر میفته و برابر نظام رو برابر سوال قرار میده. چرا؟ برای اینکه تبعیض طبقاتی وجود داشته، طبقه روحانی، طبقه نظام، طبقه صنعتگر و طبقه دهقان، یعنی فئودال های اون زمان میگفتن دهقان. این چهار طبقه خودشون توی خودشون ازدواج میکنن، بنابراین امکان رشد برای توده مردم در نه. چرا؟ برای که در دوره ساسانیان بود که تمام کتی آثار مربوط به زرتشت جمع‌آوری شد و دین زرتشت جسم و جان واقعی گرفت. این یک حرکت بزرگ روشنفکری و فکری بود. در دوره ساسانیان هست که مذهب مسیح خیلی رشد پیدا میکنه و میاد از طریق روم شرقی ترکیه امروزی رو ببینید و میاد به ارمنستان و میاد به قفقازه و میاد به ایران و قباد. حتی اذربایجان خیلی میرن فکر خوبیست و تشویق میکنن و حتی مانع
فعالیت فعالان مذهبی مذهب بسیر نمیشن. از طرف از که در داخل جامعه ایران نگاه میکنی میبینیم روشنفکرهای بسیار فیلسوفا و هنرمندهای متعددی وجود دارد که در میان اونها مانی و مزدک از همه معروفتر هستن. ضمناً به تاریخ افسانه اون که نگاه بکنیم، پادشاهان مختلف ساسانی داستانهای زندگیشون و ازدواج مثلا خسرو پرویز با یک دختر ارمنی خارج از دین اتفاق میفته و این مغایر بوده به این که این چنین آزادی به داخل طبقات داده نمی شده. در نتیجه جامعه داره می جوشه، جامعه ناراضی است. اگر شنیده باشید در افسانه ها می گویند که انوشیروان یک زنجیری آویزان کرد از بالای قصرش به یک زنگوله ای و این تناب می آمد تا دم به اصطلاح جلو قصر و اگر کسی شکایتی می داشت باید بره این تناب رو تکون بده و بعد زنگ به صدا در می آمد و پادشاه رسیدگی می زد که چه ظلمی بر این یه نفر رفته. این افسانه است، سند واقعی نداریم، ولی نشون میده که نارضایتی چنان وجود داشته که دیگه دادگستری یا مقامات مربوطه که داد رو پشتیبانی میکردن و حراست میکردن نمیتوانستن به نارضایتی برسن، باید دیگه خود شاه بیونه که چه میشه. در اتفاقا در مقابل این افسانه یه دنباله یارش ساختن که یک روز یک الاغی رد میشد و این الاغ گردنش میخارید و این تناب خودش خاروند، زنگوله به صدا در آمد و وقتی زنگوله به صدا در آمد رفتن گفت ببینید کیه. وقتی رفتن دیدن یک الاغه، گفت الاغ رو برید تحقیق کنید متعلق به کیه. وقتی رفتن تحقیق کردن معلوم شد که صاحبش با این الاغ بدرفتاری میکرده، بنابراین تکلیف کردن که بره عدالت رو اجرا کنه. اینا افسانه است، ولی این افسانه ها گویا یک چیزی که در درون جامعه نسبت به عدالت اجتماعی مردم حساس شده بود. عدالت اجتماعی این بوده که طبقه دهقان تمام اراضی رو داشته، بقیه در حالت تابع چیز بوده، فئودالیسم قرص قایب قدیمی شبیه به اون چیزی که توی هندوستان بوده در اون موقع. روحانیون قدرت بی نظیری داشتن و در مثلا روز نوروز و سلطان موعد معبدان به شاه چیز رو میده، ایده های میده در مورد شکایات در مورد داد رسیدگی به معترضان. ولی مسئله این بوده که جامعه مسائل ریشه‌ای داشته. بزرگترین ریشه‌ای که حداقل برابری ها وجود داشته، مزدک رو میکشن با اون همه مریدی که داشته، 5000 نفر از متفکرین اون زمان رو میکشن همراه او، مجازات میکنن به دستور روحانیون متأسف که میگوید اینها به دین رسمی مملکت جسارت کردن. و چون این اتفاق میفته شما خودتون رو جرم را میذارید در یک جامعه ای که حق ازدواج و طبقات دیگر ندارید، وزن زندگیتون خوب نیست، پادشاه به شکار و رزم و بزم و جهانگشایی و رفتن به سمت ارامنه دل بسته و دیگر این قضایا رو نگاه بکنید به نتیجه میرسید که قدرت غیرعادی روحانیون که مانع اجرای عدالت میشدن و نظامی ها روحانیون قدرت بودن، قدرت درباره پادشاه هم بوده، قدرت نظامی هم بوده و اینجا این میدان نمیداده به متفکری. قباد رو برداشت کرد از سلطنت برای اینکه رفتون به گوش داده بود یعنی مسیحا رو به حضور پذیرفتون با اینا بحث میکرد و بهشون گفته شما آزادی توی مملکت تعالیت کنید از لحاظ دین خودتون. در اینجاست که انسان ساکن قلم روی ساسانی بسی میشکفه که در اون طرف یک کسی پیدا شده که میگه انا بشرون مثل کن، من یه آدمیه مثل شما، آدم ها همه برابرند. این سروش آسمانیست در گوش اون میگه شاید برید به کمک کنیم. روشنفکرها شروع میکنن به فرار کردن و رفتن به سمت نعمت و وقتی که میرن به اونجا از یا مشاورش میشن مثل سلمان فارسی
در جنگ و در صلح و به حدی نزدیک میشم به شما بنابرای مردمی مملکت پیشرفته مثل ایران و این مملکت عقب رفته مثل عربستان در نتیجه کلی چیز داشتن که به اونها یاد بدن. عرب که به ایران مسلط شدن، یورش دوبه رو دارم میگم، نتیجه بود که با مزاج ما سازگار نبود. میشود دین رو قبول کرد ولی نمیشود دین موجود رو حذف کرد. باید به میل باشه. در اسلام میگفتن یا جزیه یا قبول دین. جزیه نهی پولی که بده، کرامتی بده. اگه به زور پول بدی که جبره، اگه به زور مذهب رو قبول کنی که جبره. پس اون چیزی که امام جعفر صادق میگوید که لا جبر و بلا تبیز بل امر بین الامرین کجاست؟ که جبر و اختیار من که بر من تو در اختیار نکشود از تو ادبیات ما اومده. این مذهب ما رو تغییر داد، زبان ما رو هم تغییر داد. فرق یورش اعراب با یورش اسکندر در اینجاست که ما در یورش اعراب مذهب رو از دست دادیم. خب بعض وقتا ممکنه مذهب رو رفتیم قبول کرده باشیم، اسلام رو، چون که قبول کردیم. بعض وقتا به زور، بعض وقتا به اختیار، ولی ضمناً در نتیجهش این شد که مذهب ما عوض شد، دین ما عوض شد و جبری ها ملعون شناخته شده، آتش پرست شناخته شده و زردشتی ها واقعا فرار کردن دین. در نتیجه دوم چیزی که باعث زبان ما شد، آثار زیادی از فارسی به عربی ترجمه شد. به هر حال زبان ما با زبان عربی ازدواج کرد. زبانمون ربط که تبندون که شوخ تاروپ هم نداریم، ما زبانمون به نیمه زبان عربی شد، شادم از نیمه هم بیشتر. بهتری کتاب های ما به عربی نوشته شد. نگاه کنید به بهترین نویسنده های بعد اسلام غیر از فردوسی، ناصر خسرو، نگاه کنید به علما و بزرگانی که بودن. ابو علی سینا کتابشو به عربی نوشته. در نتیجه از این حسن داشته که از طریق زبان عربی میرفته تو امپراتوری اسلامی نفوذ پیدا میکرده، ولی ضمناً اون چیزی که اسمش ایران هست به زبان ایرانی از بین رفت، زبان دری از بین رفت. یورش سومی که به سمت ما یورش بود که از سمت آسیای مرکزی ترک ها کردن. ترک هایی که به ایران آمدن زبان ما رو دست نزدن، از ما زبان نگرفتن، برعکس به زبان فارسی حرف زدن، زبان فارسی رو تقویت کردن. مثال بارزش دوره غزنویه. دوره غزنوی هم که نگاه میکنید، سلطان محمود که 12 بار به نام قاضی یعنی جنگ کننده از با فرمان خلیفه میره به هندوستان و تا گاهی وقتا قارت هم کرده، زبان فارسی رو میبره به هند به کمک همون 300-400 شاعر و متفکر و عالم و منجمی که در هرات بودن یا در غزنه. بنابراین این شعرا کار مهمی که میکردن غالبش مدح بوده دیگه، یا تعریف جنگ ها رو میکردن یا بزم رو میگفتن یا رزم رو میگفتن. وقتی نگاه میکنیم به این دوره میبینیم خیلی زیاد صحبت از دین نیست، بیشتر صحبت از ایران باستان هست توی اشعار و ضمناً صحبت از این هست که این جنگ ها و این فتوحات متعددی که سلطان کرده به چه صورت انجام داده. شادترین کتابی که شما میتونید در این باره نگاه کنید آثار فرخیه. قهرمانی ترین کتابی که میتونید نگاه بکنید از روش شاهنامه است. اینها در همون دوره ترکان قز تیه شد.
معالل اینه که مردم مدح و فراموش میکنن، جنگ رو فراموش میکنن، بزم شاهانه رو اعتراف نمیکنن، شکار رو ادامه میدن، زبان فارسی تقویت میشه. دوم چیزی که ترک ها به ما یاد دادن اینه که اینها نومد بودن، ولی کوچنشین بودن، زبان نوشتاری نداشتن، یعنی الفبا نداشتن، پس زبان ما رو قبول میکنن. وقتی زبان رو قبول کردن میشه زبان فارسی، زبان دربار میشه، میشه زبان رسمی بنده کرد. این حرکت محابل درست اون چیزیست که از سمت مغرب عرب بابا شروع کرده. این است که خراسان خوشبختانه و افغانستان سیستان اینها نقش بزرگی در این دوره داشتن به مدد پادشاهان ترک هستن، در دوره سلاجقه، در دوره غزنویان، در دوره ساسانیان، در دوره که بعضی از اینها هم البته منشأشون ایرانی بوده مثل یلویان، ولی به هر حال با دیگرون چندان فرق نداشته، همه تبعیت از خلیفه بغداد. به نام خلیفه جنگ میکردن، توسعه میدادن، یه باجی هم میدادن به بغداد، جز صفاریان که از توی مردم در آمدن و جز به زبان فارسی حرف نزدن و مثل طاهریان هم همین کاری کردن، ولی به هر حال منشأ صفاریان منشأ کاملا ریشه مردمی داشت. و در تاریخ ایران دو سلسله هستن که از میان ایلات و کوچ نشین ها بیرون نیومدن، یکی صفاریان، یکی دو سلسله پهلوی. و اتفاقا دو پادشاه مهمی صفاریان خود یعقوب لیث بود و برادرش عمر، و این دو پادشاه هم که در دوره پهلوی داشتیم، این دو داستانشون جداست از دیگر پادشاه هم. ترک ها چیزی که به ما یاد دادن تجارت بود. ایرانی ها جهانگوش ها بودن. نگاه کنید به امپراتوری هخامنشی، امپراتوری ساسانی، جهانگوش ها. حتی محمود غزنوی و نادرشاه هم میخوان از طریق جهانگوشایی کم بوده بودجه رو دوگان کنن. اون موقع در روی کره زمین صنایع امروزی وجود نداشته. امروز افغانستان اشغال شده معدن کانهای معادنی هست، غیر از نفت بسیار قیمتی تر از نفت هم از وقتا. امروز چیزی نیست روی کره زمین که ازش برورداری صنعتی نشه. در نتیجه حالا این مسئله میریم یه جلسه دیگه انشاءالله، ولی مسئله اینه که ما جهانگشا بودیم. چون جهانگشا بودیم زراعت رو نمیکردیم، کار رو نمیکردیم، ولی که برای اون قدرت اضافی سرزمین های دیگر رو میگشودیم و بعد درآمدی که از این بابت کسب میشد، حالا یا به میل مردم یا به خلاف میل مردم، و بعد این میواد خزانه سلطنت رو مملکت رو پر میکرد. و هر چه خزانه پرتر باشه، البته قدرت اون سلسله پادشاهی و امنیت و اداره همه چی بیشتر میشه. ما میزان این خزانه رو از طریق اشعاری که مت سلاطین گفتن دیدی میشه. در یکی از اشعار خودم که میگه تو به قدری خزانت توش جواهر سنگ قیمتی و طلا و نقره هست که اگر تمام این خدمه جمعیت کشور تو هدیه بدی، بازم بیشتر از این دوست. ممکن بگویید که قلوب شاعرانه است، ولی در واقع نماینده یه حقیقتی هم هست. چنگیز خان می اومد تو بازار سمرقند، می نشست چادر می زد و می گفت تجار خارجی که میان از اروپا این وروبر از روسیه هر جا بیاد با من صحبت کنه. کوشنشین ها زندگیشون عبارت از اینه که دامپروری میکنن، گوشت و مقداری مواد شیری و اینایی که دارن استفاده میکنن، پوست و بقیه چیزها رو باید بفروشن به اضافه گلیمی که میبافن. بنابراین در طول کوش هر جای آبادی ببینن یه چیزی برای فروش دارن و یه چیزی هم نیازی هم برای خرید دارن. تجارت رو از اینجا یاد گرفتن، در حالی که در این زندگی روستایی محدود ممکنه یه ده برابر نیاز خودش تولید بکنه و نه زیادیشو بفروشه نه احتیاج بیشتر داشته باشه. کوشنشین ها قدرت متحرکی هستن، قدرت
آماده بسیج هم نمیشه، ولی کارشون در این اثر نیازی که دارن تجارت. و چنگیز خان بزرگترین تاجر زمانه خودش بوده و میدونید که هیچ امپراتوری وسعتش به قدر وسعت امپراتوری چنگیز خان نبود در طول تاریخ. ما از اونا تجارت یاد گرفتیم. امروز هم که نگاه بکنیم فرزندان و نوه ها و بازماندگان ترک و حتی قسمت مغولستان یاد اینا استعداد تجارتیشون خیلی قوی. کسی که استعداد تجاری داره یه مغز حسابگر داره و یک هنر کسب رضایت دیگری برای که باید بفروشه و باید بخره. اینها این کارو به ایرانی ها یاد دادن. به نظر من نمیگم ایران تجارت نداشته تجارت داشته باشید، ولی ما بیشتر جهانگشا بودیم. غرور ملی بود ناشی از همینه که جهانگشا هست. امروز کم کم امروز دوره جهانداریه، جهانگشایی نیست. اگر میره یک کشور اشغال بکنه برای نیاز است که به سوخت داره. پس هر وقت خواست قضاوت کنید در باره فردوسی و شعار شعاران شبیه او که در اون دوره بودم، سه یارش رو ببینید و تجسم کنید که انسانم عادی بین سه عامل دگرگونساز ایران قرار گرفته: خدای زردشت، رفتار و خدای اسلامی، رفتار عربی و خدای اسلامی، مسیحیت از اون طرف، یک جور دیگه یک خدای دیگه. و از طرف دیگه این طرف نگاه بکنید ببینید که یک مردم میان که نه خدا به معنی دین به معنی واقعی ندارن، الفبا و نوشتاری هم ندارن، ولی تاجره خوبی هستن، جا شمشیرزن خوبی هم هستن و همیشه دورکان. اینها رو ما اثر گذاشته. ما با این تمدن ها ازدواج کردیم. چون ازدواج کردیم بعضی ها فکر کردن که گذشته گذشت، یعنی اون چه که از دوره ساسانیان هخامنشی اومده بود تموم شد. نه، اینها در ژن ما مونده. و پادشاهان وقتی که یک قرن دو قرن سه قرن میگذره تازه نوستالژی و دلتنگی برای گذشته شروع میشه. چرا؟ بلکه مردم متوجه میشن اون خدایی رو که داشتن اورامزدا بعدش ناراضی بودن و رفتن الله رو گرفتن، متوجه میشن که الله هم آرزویی که داشتن عدالت اجتماعی رو اجرا نکرد به کشورشون، برای که ریشه های مبانی اقتصادی عوض نشده بود. کوشنشینی رو داشتیم، فئودالیسم هم داشتیم، فقط اینها اومدن به جای ما و بعض وقتا اینا بلد نبودن مزاره رو تبدیل میکردن به چراگاه. به نتیجه یک گرفتاری پیدا شد، ایرانی دوچار چند خدایی یا حداقل دو خدایی شد. فردوسی مانند، ابن سینا مانند، فراشی مانند، اسجدی مانند، سنایی مانند، دقیقی مانند، اینها کسانی بودند که میدانستند رگ و ریشه فرهنگ ایرانی به کجا میرسه. نمیتونستن صرف نظر کنن از عدالت، از چیز خسروانی. تا زمان حافظ قرن هشتمه صحبت شراب، صحبت پارس، دین پارسایی و شراب خسروانی است. پس فردوسی در میون اینا، من میگم و تکرار میکنم و ادعا میکنم و نوشته من چاپ شده در مقالات در مجلات ادبی ایران همین ایام، که فردوسی یک جایی رو گرفته که هیچ کس دیگه نگرفته. اون اجابت از اینه که میگوید خدا تو را آفرید ولی تو خدا را نمیشناسی. برای که تو بفهمی خدا چه، باید صاحب خرد باشی. خرد اینن عقل نیست، تا توجه داشته باشی.
خرد تشخیصه. بعد میگه برای که خرد داشته باشی باید بری به سمت دانش. و بعد میگه وقتی نوچه تو گذاشتی توی علم میفهمی که علم بی‌نهایت. تمام اینا ظرف 60 بیت گفته. تحولاتی که برای کره زمین فردوسی قائل شده توی این 60 بیت نشون میده با تحقیقات زمین شناسی جغرافیایی و فیزیک زمین امروز تطبیق میکنه و اینها رو از علم یونانیش و فرهنگ یونانی گرفته شاید. بنابراین میگه که خرد رهنمون تو هست. خداوند ناچیز رو چیز کرد. از این بابت میرسونه شما رو به اینجا. من خلاصه میکنم که برای اینکه تو خدا رو بشناسی باید خرد داشته باشی. برای که خرد داشته باشی به سمت دانش باشی. جز این تو خدا رو نمیشناسی، صلاحیت نداری. و اینها رو با یک دقت و ظرافتی میگی، با یک کلماتی ساده که اولش خیال بکنید شما ساده است و بعدش میگی. در هفته دیگه انشالله روی موضوع برمیگردم اگر خواستید. ولی راه بر خرافات میبنده از طریق دین. این هنر فردوسی. میگه من چرا خواسته این کار بکنه؟ خواسته آشتی بده بین خرد مینوی زردشت و دین اسلام، که تو مسلمان گشو از راه خرد، از راه دانش، نه از راه این است و جز این نیست. فردوسی خدمتی که در این شهر بیت اول شاهنامه کرده برابر است با بقیه خدمتی کرده، به شرط این که روشن فکران اساسا روشن در همون شهر بیت اول تکلیف میکنه برای روشن فکران که شما به شما دستور دارید که مردم رو به علم ببرید، مردم از راه علم برن خردمند بشن و از راه خردمندی به خدا نزدیک بشن. و میدانسته که این یعنی ازدواج اسلام با زردشت، یعنی گرفتن بهترین قسمت های دین زردشت یعنی خرد مینوی و بهترین قسمت دین اسلام یعنی خردی که بعدا فلاسفه اسلامی ازش حرف زدن و چون چرا و تکلیف نکردن و جبر نکردن. میموند مثل زبان فارسی فقط فردوسی نبوده، نخستی که سلاطین ترک زبان فارسی رو قبول کردن، دین اسلام هم آوردن. میدونید بعدا ترک ها رفتن بغداد گرفتن خلیفه شدن و بعدا امپراتوری عثمانی درست شد. اینها چون تازه وارد بودن بیبن بکرد زبان رو گرفتن، بنابراین رساله های اون زمان شعرا بودن، علما بودن، مفسرین بودن. شایع هست که در دوره سلطان محمود غزنوی مثلا 400 شاعر و عالم در شهر هرات بوده. عدد رو من نمیدونم از کجا آوردن، ولی کتاب هایی رو داریم که تا 160 و چند نفر رو اسم میبره. اینا چی کار میکردن؟ ابو ریحان بیرونی از کجا اومد؟ از این دوره بود. اینها همه به فارسی می نوشتن و چون به فارسی نوشتن بعدا به عربی رسیده و عرب ترجمه شد، خدمت کردن، خدمت کردن به زبان فارسی. حالا ممکنه بگید که این شاعر اگر زبان فارسی شعر خوب گفته و زبان فارسی رو حراست کرده پول گرفته. نه، مثلا به این سادگی نیست. من چندین مقاله دارم درباره تو مجله دار عدل ایران در داخل ایران چاپ شده، در مجله کاوه چاپ مونیخ هم هست، که شعرهای ما مدحشون یک نوعی بوده پیش هر کسی که اینو انگرز و پند بوده به پادشاه. تو رساله دیگه وجود نداشته، موعد موعدان وجود نداشته، روحانیت هم وظیفه شده اون دنیا رو بپاد.
شعرا بوده که خودشون مدیون مردم میدونن استقبال شعرشون و مدیون صدای پادشاه. بنابراین به اتکای محبوبیتی که تو این مردم دارن به پادشاه میگه به نوبت هست ملوکن در این سپنج سرایی کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرایی. اینطوری حرف میزده. پدر رو میشناختن، پسر رو هدایت میکردن، از این شاخه به اون شاخه میرفتن. داستان هر کدوم اینا من در مورد حافظ و سعدی از لحاظ مرده که مردشون چیه مقالات متعددی نوشتم و در مورد کسانی که همزمان اینا بودن مثل عبید زاکانی مثلا اونم یه کار کردم چاپ شده، ولی برای این رفتم به دنبال این که ببینم ساختمان اجتماعی و رسانه های من چطوری فانکشن میکرده. اصل قضیه این نیست که کسی پول داده یا پول گرفته، اصل قضیه اینه که او چه برای من شما مونده زبانه و ادبیات فارسی یکی از ارکان مهم ملیت ماست و هیچ کس در دنیا زبان فارسی رو جز به شیرینی و سلیسی ازش نام نمیبره. در ما هم الان نگاه کنید، من وقتی اینجا حرفی دارم در میمون دوستان برنگیم تصابقات فارسی با یه دوست ایرانی با لذت بوش میدن، یک دو موسیقی تلفظ تو زبان فارسی هست. زبان ما مثل زبان عربی زبان کلتورل یعنی زبان حلقوی نیست، از حلقمون نمیاد. مثل زبان فرانسه نیست که نصفش حلقوی نصفش غیر حلقوی، زبانی است که راحت از زبان و لب و دندان میاد بیرون. پس سرمایه که ما رسوندن اینه. به قصه تعریف کنه برای شما، در سال 38 نظرم بود مرحوم تقی‌زاده آمد به دانشگاه تبریز سخنرانی کرد، بحث کشید به فردوسی، همین سوال آقای بهبهانی مطرح شد اطراف دانشجو که فردوسی به عشق وطن این 30,000 بیت رو گفته یا برای پول و چرا نقره رو نگرفت و طلا بکن. آقای تقی‌زاده که در صلاحیت علمیش هیچ تردیدی نیست، مراجعه متفکر ایرانی که تمدن غرب رو خوب میشناخته و تبلیغ میکرده، گفت چرا پناه کنیم، مقداری هم برای پول بوده. این رو که گفت بسیاری بر نتابیدن غرور ایرانی. دکتر احمدعلی رجایی استاد ادبیات اون زمان اونجا پرخاشی کرد و یک مقاله نوشت. همین آدم بعدها شد رئیس دانشگاه ادبیات مشهد و ایشون هم اصلا خراسانی بود و روبروی اون نشست و گفت که نه همچی چیزی نیست. خب آقای تزده حرفش ازده رفت. حالا امروز خودتون نگاه کنید، شاهنامه رو باز کنید، میبینید که در نقاط مختلف شاهنامه مدح سلطان محمود آمده. داستان مثلا فرض فرمان اشکبوس رو داره میگه، یک دفعه میگه و در مدح چیه شروع میکنه پنجشیش بید یا ده بید بود ده بید مدح. یه بار دو بار سه بار چهار بار هرچی، اما در پایان و در لغت همه کتاب های سازین زن میگوین که نه این رنجید و رب باید برد پیش آل بویه و داستانش طولانیه. عقیده من اینه که این بحث زیان داره، این بحث رو شما نمیتونید به سامان برسونید، شما نمیتوانید بگویید که تمام خدمات این شعرهای متعددی که این دوابین رو گذاشتن با این قنای واژه‌ای در امروز اینها به خاطر پولی کار میکردن. برای انسانی که شاعر یا نویسنده زندگی داره عنصری معروف بود از همه بیشتر سره گرفته. شنیدم یادم رفتن شعر برای که
از یه نصر رادیویی یه دفعه آده بخواد داره به شعر عنصری آسون نیست که میگه از نقره دیگدان زد، یعنی اینقدر ثروت داشت از طریق مد که اسباب آشپزخانه‌اش از طلا و نقره بود. خود فرخی میگه سلطان اینقدر به من داده که من نمیدونم چی کار کنم. برای کسی بودتر این نیست، اینا شغلشون این بوده، شغلشون تشریح وزب و رزب و شکار و اتفاقات جنگ زمان بوده به اضافه تشویق سلطان به عدالت. از چرا هست زبان فارسی چی به برای شما میرسه؟ قنای زبان. در دوره که من در کلاس هفته بودم دبیرستان، اول دبیرستان بودم، یعنی آخر دوره رضا شاه، با کتاب دبیرستانی آشنا بودم به دلیلی که برادرم دو سال از من جلوتر بود. در دوره رضا شاه نگاه کنید، کتاب دبیرستانی رو نگاه کنید، هر جا دارید نگه دارید که عتیقه است، کتاب های رسمی. تمام شعرهای بزرگ و گویندگان و عدلت تمام چیز گوشته رو برای دبیرستان می آوردن در بهترین چاپ، در بهترین جلدسازی، برای که زمان زمانه احیا بود، احیا شدن بود. توی اونها خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. نظر من اینه که چه پول گرفته باشه چه پول نگرفته باشه، خدمتی کرده که از اون پول بیشتره. این خدمت چیه؟ این خدمت اینه که برای شما در دنیا زبان فارسی شعن خودشو داره. امروز بیش از 150 میلیون آدم صحبت میکنن به این زبان. یک بازار وسیع تجارتی است. حالا اگر ما لیاقتی رو نداریم که آزادی بیان بدیم، آزادی قلم بدیم در داخل ایران تا کتاب های ما به بهترین بچ روش کنه، نویسنده ها بی نیاز باشن بتونن زندگیشون رو بکنن، مثلا و ترجمه بشه به جهانی میشه. اون یک گلی که روایت خیام اسمشه، از اون یک گل بهار نمیشه. شخصی اولی که ایش ترجمه کرد، ترجمه غلطی هم کرد، فیتشرال ترجمه واقعی نکرد، شعر خیام خونده و ازش خودش نتیجه گیری کرده، خودش شعر گفته. اون کسی که گل سال سعدی رو ترجمه کرده در فرانسه به نام بستان گل باغ روز، اون با گل سال سعدی تحقیق نمی کنه. من این دارد رشته ها رفیم به در جاهای متعدد. بنابراین مسئله اینه که ما بایستی چنان این سرمایه رو مثل هر معدنی دیگه، ببینید در دوره خزنجا چقدر صنایع عقب بوده، همه جای دنیا اینطوری بوده. میگویند که در نزدیکی شهر غزنه یک معدن طلا وجود داشته و معدن طلا متعلق به سلطان بود و کارگران کار میکردن و اونجا که شاعر شعر میده میگه رگه ها مثل درختن توی زمین، رگه های طلا رو میگفته، و زلزله میاد و این معدن خراب میشه و دیگه اسمی ازش نیست. بلد نبودن کار کنن، وسایلی امروزی رو نداشتن. مهمترین چیزی که میساختن شمشیر بود. در یک چنین دوره شما در زندگی او را ببینید، در مثلا در تمام آسیای مرکزی یا در شرق ایران یا در سیستان یا در افغانستان امروز، میبینید که زندگی روی باغ و راغ، صنایع اولیه دستی روستایی، در خدمت شمشیرسازی و بیل و اینا، و بعد شکار، در حقیقت گوشتی که به دست مردم میرسید از طریق شکار بوده. این زندگی ابتدایی ازش یک شاهکاری به وجود بیاد مثل دیوان فرخی یا شاهنامه فردوسی، این قیمت نداره. بنابراین در این اساسا این که من همیشه به با دوستان دانشجویی که ازم سوال کردن میگم که اگر پول
شاهنامه می آفرید، ما این پول به تو میدیم، برو بشین شاهنامه بگو. نه، بایستی جدا کنیم، ذهنمون رو چیز نکنیم، فرق داره. قضایا در هر حال در جلسه دیگه راجع به خرد هر را فرصت شد که یه فرصت راحتی باشه که انشاءالله ضبط بشه، این رو در خدمت رو خواهد داری خواستا بگم که دور این مسائل خرافی ادبی نچرخید، برید به قدرت زبان ادبی. انگلیس ها چکار کردن که زبانشون دنیایی شده؟ اولا گذاشتن هر ملتی هر جوری بخواد با زبانشون حرف بزنه. نگاه کنید به مقدمه کلمه آنسیکلوپدیه کمبریج، اینکه زبان رو ما توسعه ندادیم، مردم توسعه دادن. حالا اگر یه هندی اکسانش با من فرق کنه مهم نیست، مهم اینه که زبان پیشرفت کنه. این رویه یه روشنفکر سالمه که زبان رو دوست داره، ولی تجارت زبان رو برد پیش، زبان انگلیسی رو. دو، تعقید رو از زبان برداشتن، یعنی سلم به قلم به گویی، مثل کتاب دوره نادره ما داریم از این چیزا. کاری که عرب کردن زبان ما رو مشکل کردن. خدا رحمت کنه به اونه که به ما درست دادن، معلم فارسی من در کلاس هشتم نهم به اون گفت که فارسی حرف بزنید، شجاعت از که شما میگی شجاعت عربی نیست، فارسیه، برای که بخواد عربی بگید باید بگید شجاعت. پس شما این لغت رو استخدام کردید در این زبان. دور این قیود نچرخید، زبان رو ساری و جاری کنید. حالا که صحبت به این کشید، میدونید که افتان آقای احمد نژاد به بهانه نوروز در شهر دوشنبه نطقی ایراد کردند در باره فردوسی و گفتن که فردوسی اسلام واقعی رو فهمید. من این نطقی شروع ندارم، ولی اونان که دوستانی که من گفتن اضافه کردن که در پایان یک بانوی پزشکی برخواست تا گفت که اینهایی که شما میگید چه تو مملکتتون اجرا نمیشه، شما بدترین بلا رو سر زن آوردید. و بحث در میگیره و گمون میکنم برای اول بار کشور تاجیکستان در این دوره خدمت مهمی به ما کرده که این بحث رو مطرح کرد. عرض من تمام شد، اگر صحبتی در این زمینه هست در خدمتتونم، و اگر میتونم پیشنهاد کنم قسمت دوم که بحث سیاسی روز. بله، اجازه بدین که چون خیلی بحث من فهم میکنم زیباست، یعنی اینکه من خودم باز یه سری سوال دارم، ولی اجازه بدین که برگردیم به این موضوع، برای اینکه الانم دوباره به تاریخ هفتم و هشتم، همون دوستانی که در استکهلم یه بار دور هم جمع شدن، در لندن و پاریس و غیره دور هم جمع شدن، این بار قراره در واشنگتن دور هم جمع بشن و به حال یک بحثی هم اونجا مطرح شده، برای اینکه وقتی ایمیلی برای من فرستاده بودن که من تاریخ داستان رو جویا شده بودم، در ایمیل نشدن که ما میخواییم که پولش رو از مردم تهیه بکنیم، بنابراین این هستش که تا این پول رو تهیه نکردیم نمیتونیم این تاریخش رو اعلام بکنیم. یعنی یه جوری در حقیقت این وسوسه کمک بیگانه که شما ازش نام برین این وجود داره. این میخوام بینم که این ما رو به کجا بالاخره میبره، این داستان چگونه است؟ ممنون میشم اگه در این زمینه هم توضیح بفرمایید. شما یه تراره بذارید من یه قطره آب بخورم بیام. چش، حتما این کارو خواهم کرد. متشکرم شما. عرضم به حضور شما که اجازه بدید، چون که به علت اینکه این برنامه‌ها رو در یوتیوب قرار میدیم، بازم به دوستانی که علاقمند هستن در یوتیوب و اینا فعال باشن توضیح براشون بدم که تجربه بسیار مهمی بود. اینه که در یوتیوب ما نمیتوانیم که حتی موزیک رو در این برنامه، نمیدونم چه قانونی وجود دارد برای ما، لااقل که ما نمیتوانیم کار بکنیم، ولی حالا ما خودمون یه قضی صحبت میکنیم راجع به اوضاع احوال تا آقای دکتر برگردن و بقیه مطالب ایشون رو هم بشنویم. به مناسبت این که امروز 13 به در هست، ما متاسفانه برنامه نداریم برای
مراسم 13 بله رو اینها. بنابراین پس از برنامه آقای دکتر ودیعی ما میریم و برنامه های دیگر رو به اتفاق تماشا خواهیم کرد. بنده در خدمت آقای. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر، ادامه میدیم این بحث. عرض کنم که چون صحبت از فردوسی در میان بود و شاهنامه، وسوسه کمک بیگانه اگر به عمق قضايا بریم، اونطوری که ضبط سینه من هست و یادداشتهایی دارم فراوان، حداقل 250 صفحه یادداشت دارم از 1981 به این طرف، یا شاید 80 من اون موقع نبودم هنوز، یک زارنامه برایش باید براش نوشت. وسوسه کمک غرب به اپوزیسیون مخصوصا برون مرزی و حتی به اپوزیسیون درون ایران خوره جان بسیاری از رهبر مدعیان رهبری در کار اپوزیسیون شده و مخالفان نظام ولایی که همه در این دام هستن، به طوری که در هر فرصتی، الان شما فرصتی که به شما تماس گرفتن گفتید، دیگران هم حتما برشون پیش اومده از این تماس ها، در هر فرصت، در هر مصاحبه، در هر گردهمایی، در هر مقاله، ضمن بهترین ادله و براهینی رو که میارن، ما آن ممکنه مطرح نکنن که ما احتیاج به کمک داریم و به این نتیجه میرسن پیش خودشون که ما اون چیزی رو که مبارزان ایرانی برای سرنگونی نظام ولایی کم دارن همون کمکی از دارندگان که هنوز به گیرندگان یا رسیده و آبرو رفته یا هنوز نرسیده که برای که بار چندم آبرو بره. شما وقتی به ماهیت کمک، کلمه کمک رو میگره آتاجه کنید، وقتی در ماهیت و کمیت این کلمه کمک مفروض نگاه بکنید که در ذهن بعض از مدعیان رهبری تبدیل شده به تنها وسیله جنبیدن و جنباندن، میبینید که سرانجام به دلار میرسه. در یک کلمه خلاصه میشه، حتی موقعی که حرف از دفاع از اعلامیه حقوق بشر میاد پیش، حرف از سوریه میاد پیش، حرف از ویتو میاد پیش، تمام اینها رو میرسونش به اینجا که در هر حال بایستی یک کمکی از خارج باشه تا بشود کارهای لازم انجام. خب در ایران شنیدی در پنجره رئیس قوه قضاییه گفتی که ما حقوق بشر خود اولو داریم و حتی گفته گزارش حقوق بشر من آدم های بیطرف نیست. و میدونی آدم بیطرف یعنی چی؟ آدم بیطرف یعنی اپوزیسیون وابسته به خارج در املا و انشا و تکلم رئیس قوه قضاییه ایران. این واقعه باعث شده که مردم از مبارزه در خط اصلی وا بمونن و خود به خود فرصت رو به دست اون کسی بدن که دوست داره ما وا بمونیم. و در جزوه آربان ملی نوشته که مبارزه در طول تاریخ هر جا صورت گرفته، چه مذهبی، چه غیر اسلامی، چه انقلاب ایران، چه انقلاب شوروی، چه انقلاب ایران، ابتدا یک آرمانی میخواد، بعد یه سازمانی میخواد، بعد یه مایگانی میخواد. و اونجا بحث کردم که چطوری اینا اولویت با کدام هست. اولویت با پول نیست. اگر آرمانی بود مردم تو اون آرمان خودشون رو دیدن بسیج میشن، بسیج که شدن دنبال سازماندهی میرن. وقتی مردمی آگاهانه با اثر اعتقاد راه افتادن میدونن از کجا پولشون تهیه کنن. تا به امروز کسی به سوریه یا پول نداده، برای یک سال دارن مبارزه میکنن، بیش از یک سال. اگه قبول کنیم که هیچ نظامی سقوط نمیکنه مگر به دست و
و بر اثر اراده مردم اون کشور به این نتیجه برسیم که ما به هیچ وسیله جز به بسیج مردم، مردم تحت ستم، و بر اثر این اصل میرسیم به این نتیجه کار ایران با ایرانیان است. یعنی این ما این که مسئولیت او، همونطور که مسئولیت صحت آرمان ها رو باید ارائه کنیم، مسئولیت سازماندهی ها رو ارائه کنیم، مسئولیت اون مالی رو هم باید به عهده بگیریم. ایده هستن که در این سالا هر وقت میگوین که هر وقت کسی پا پیش میگذاره دیگران علیه اون میشه و اون رو سیاه میکنن. این آقایونی که اینو میگن متوجه پرونده اپوزیسیون از سال 80 به این طرف نیستن. پرونده رو باز کنن تا ببینن چه کسی روی ما رو سیاه کرده. اگر این پرونده ها درست بررسی بشه میبینیم که لابد یه نقصی در کار بوده که اپوزیسیون موفق نشده. لابد اساس کار رو کمک خارجی بوده. وقایع رو نگاه کنید، کمک ها تاریخ ترتیب تاریخی داره. من از جنبه اطلاعات شخصیم نمیگذرم، برای که میدارم وقتی محمد رضا شاه در بستر بیماری 28 روز قبل از فوت به من در حضور شهبانو گفت که چه سالی که کاسه جدایی پیش بیگانه میبرند آبروی ایران و مبارزه را خواهند برد. هر چه میخواهند راجع به پادشاه بنویسند بگن. این پیغام حاملش من بودم و تا امروز تکرار کردم. کسانی که حرمت گذار خدمات گذشته هستند نباید به ادراها برن. نقصی که در کار گذشته بوده که اپوزیسیون به جا رسیده ممکنه که علتش کمک خارجی بوده و خارجی دست در داخته مثل از یه خوزستان و صدام به خوزستان میخواست، خدام میخواست خوزستان رو بگیره، همطوری که میخواست کویت رو بگیره و یه کالا رو فروخت به امریکایی‌ها که بله ما میخواییم این حکومت انقلاب خمینی مرتجه رو چیز کنیم، فرانا فروختن به اپوزیسیون که برای این برای چیز و بعد خوشبختاره دوی کنار کشیده. شاید نقص فکری ما اینه که ما بسیج فکری کافی نکردیم. شاید نقص فکری ما اینه که دشمن رو حقیر پنداشتیم، ناتوان پنداشتیم. در هر حال یه اپوزیسیونی که فقط متکی باشه به یه آرمان و اونی که بگه که اون که سر کار خراب مرتجع خرافی بده، این اپوزیسیون نشون بده که دشمن خوب نشناخت. چون دشمن نمیشناسه نمیدونه نقاط ضعفش کجاست. به همین دلیل 30 سال هیچ چیزی یک قدم هم پیشرفت نکرد. اگر روشنگری شده خود مردم کردن، خود زنها کردن در زندگی مسائل جرون. خوب توجه کنید دشمن را چگونه کوچک گرفتن. ایران انقلابی 3 بار تجدید قوا کرده. یک بار یه نیروی گرفت از خود انقلاب اسلامی، دینامیسم به انقلاب که باش به قول مرحوم آقایی توی دادگاه گفت که با این نیروی که شما بسیج کردید هر کاری میتونید بکنید. نیروی به سامان برنده هر انقلاب و به خصوص این انقلاب غرب ستیز و دیدرز دست کم گرفتن و تکه کردن به این که بله یک پرانتز سیاه بود. آقایونی که یادشون نیست یاد بیاره که سالای 80 اوایل 80 این رو میگفتن که یک پرانتز سیاه رد میشه. نه، غربی ها ماهیتی حرکت نفهمیدن و اونا که گوش به غرب میدن معمولا در مبارزه اونها هم نفهمیدن چون گوش به اونا دادن. پس مبارزه رو تبدیل کردن به کمک خارجی و تفنن سهل انگاری.
هیچ وقت یادم نمیره که یکی از رهبران معتبر اپوزیسیون سال 80 به من گفت که خواهش میکنم صبر کنید ریگان بره پشت میزش بشینه همه چی تموم. ما میخندیم و من خندیدم و عصبانی شد و از در مورد داستانش طولانی در جلد سوم کتاب میاد اگه عمری بود. این نیروی اولی که گرفت از این انقلاب بود. نیروی دوم از اشتباه صدام و پیروی در دفاع از مرز، از مرز رو برتر نرفت چون ارتشی ها به خوبیده گفتن که ارتشی ها دست پایی ها اگر از مرز اون برتر برید شما حالا که داریم پیروز شدیم در جفه داخلی اون رو عقب روندیم بعدا متهم میشید به اینکه تجاوز مرزی صورت گرفته. این کار نکنید و اونجا متوقف شده جنگ رو، جنگ دفاعی رو، جنگ تحمیلی رو ایران برد. نیروی دوم گرفت. به غیر از این دو دفعه نیرو گرفتن وقتی تجربه شوم امریکا در مورد عراق صورت گرفت، اشغال شد و افغانستان، اینم به اینا نیرو داد. این سه تا چهارم نیرو تکنوفناوری های امروزی است که به مدد پول نفت و اضافه ثروت تا حداقل 100 میلیارد در سال یک قدرت چهارم گرفتن. اینه که این نظام در بین چند چیز اینهایی که خیال میکنن نظام به زور صلوات و اشاده سرپا اشتباه میکنه. این نظام قبل از هر چیز قدرت سیاسی است نه قدرت اسلامی. این شعارها، این نمایشها، اینا قدرت نیست. قدرت این چارتاست که من عرض کردم. 30 و چند سال این نظام نه تنها حامیان بزرگشو از بین ابر قدرت ها پیدا کرده، دوستان کوچک و بزرگی در سراسر دنیا پیدا کرده و در منطقه به حساب اومده و کسی جرأت نداره بهش حمله بکنه و ضمناً از لحاظ فناوری پیشرفت کرده. آیا می شود این نظام رو گفت قرون وسطایی؟ یعنی می شود گفت این دستاوردهای سی، این دستاوردها چیز قدرت دوره قرون وسطاست؟ نه، نه، قدرت سیاسی امروزی هستن. یک لعاب اسلامی به حرفاشون می زن. اونا که خیال بکنن که اگر اسلام بره اینا از بره اینطوری نیست. قضیه سر قدرت سیاسیه. اما این قدرت سیاسی که دواد آدم مبارزه به ترسوره، باید آدم مبارزه متعمل کنه، متعمق کنه، فکر کنه و برسه به یک سلسله تشخیصات و انتخابات در کار مبارزه و بر اساس اونا کار مبارزه رو درست کنه. اصلا این مبارزه فقط برون کشور نیست، اونم در شرایط پراکندگی جغرافیایی که من از اینجا باید مزاحم آقای بهبانی بشم یا فلان کشور یا یه روزنامه بیاد، روزنامه‌ای که از امریکا مثلا به دستان میرسه $4.5 باید پول پست به کتاب دستان برسه. اگه من بهش حتی اشتراک بیدم یعنی در حقیقت مایه کاری داره به من میده برای که پراکندگی جغرافیایی وجود داره. برای که اینجا من روزنامه خودمو ندارم، برای که اینجا رادیو خودمو ندارم. یه ارزگی من البته در پاریس به علت فساد دوره 1980 تا 90 مردم بی اعتقاد شده در نوع اپوزیسیون نمیگم وجود نداره ها، ولی حتی پس کشیدن چون عرصه مبارزه به هر حال باید در ایران باشه. برابری بایستی نگاه کنیم که در داخل ایران یه نظامی از قاهر، امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، سپاهی که با این نسیم سبک اپوزیسیون نمی لرزه. تشخیص غلط درباره دشمن باعث حکومت مقتدر کردن دشمنه و معطل داشتن خودش. نگاه کنید جنبش سبز با اون قدرتی که راه افتاد، با اون استقبالی که مردم کردن،
با اون طرف ها دیدن یه شعار داشت: انتخاب سالم بی تقلب بدون خدشه. چه بهای گزافی پرداخت، هنوزم داره میده. حالا چرا شو بعد بگیم چرا؟ اراده مخالفت در درون و برون مرز وجود دارد، شمار مخالفان هم بسیارند، ولی باید به حساب کرد، ولی واقعا ادشون زیاد. ولی شیوه های مبارزه و بسیج مردمان اشتباه. در ایران مردم بارها به میدون اومدن، هر بار دیدیم که کار به سامان نرسید، حتی دیدیم که گاهی رهبران از مردم جدا شدن، همون که تظاهرات کردن جدا شدن، آب شدن، ذوب شدن، گفت موج بر لب آورد کف و دامن ساحل بوسید، زیر شنها شد مه. این کاری که ما کردن در ایران شبیه اینه. پس ممکنه محاسبات و مبارزاتی ما درست نیست. یعنی ما یه سازمانی مثل سبز پیش بینی شکست رو نکرد. چرا سر به سازمان های بدون طول و عرض و عمق در بیرون کشور؟ مبارزه در داخل ایران وقتی شروع شد باورشون نمیشد به اون جای برسه که رفت، ولی وقتی شد باید پیش بینی شکست بکنیم که اگر این کار کردیم شکست بودیم چه بکنیم تا زنجیره مبارزه پاره نشه. مثل اون مهندسه بگه آقا سه روزه من برم تظاهرات میکنم، چه برای سر اومدیان از حقوقم کم میکنن، ارباب هم من بیرون میکنه. اینو گفتن تو جرایز هم نداشتن. پس میبینیم که در کل جامعه مخالفت ها به جاست، اما مبارزه از نفس افتاده. شکست این نظام ولایی با اظهار مخالفت با این نظام پنهانی یا علنی تعمین نمیشه. شکست این نظام مستلزم اینه که ما این نیروهای مخالف رو در سازماندهی های مناسب جا بدیم با اصول روشن و دقیق آرمانی تا این نیروها حذف نرن. اگه شکست بخورن کارشون رو صورت دیگه ادامه بدن. علت این که این گروه های مخالف، این همه مخالف شعار واحد خودشون رو پیدا نکردن تا به امروز، این نیست که میل ندارن، این هست که از شر وسوسه های گذشته رها نشدن. هر یک از گزارش ها از این گرایش های گزارش های مربوط به گرایش های سیاسی مختلف گروه ها نگاه کنید، در قبل از انقلاب چه گروه هایی بودن، نگاه کنید به همون ها امروز، ببینید همون حرف های گذشته رو میزن. چپ ها همون رو میگن، جبهه ملی همون رو میگن، پادشاه دوستان همون رو میگن، طرفداران پادشاهی همون رو میگن. دیگر گروه های میگن نگاه میکنید که برآمده هستن از نارضایی های نارضایتی که از انقلاب داشتن، همون رو میگن. هنوز از خورده حساب هایی که با هم دیگه بمانن بیرون نیومدن، هنوز باورشون نمیشه که همه شکست خوردن، باورشون نمیشه. جبهه ملی میگه در گذشته کودتا بوده رژیم، بنابراین من قربانی اون کودتا هستم، بنابراین بایستی حالا نوبت من. مجاهدین میگن ما در انقلاب بودیم، ما قربانی دادیم، حالا لغت باست به با صحبه اونه ندارد. اونه دیگه میگن که انقلاب رو بودن پس ما حق داریم. هیچ کدوم متوجه نیستن که 30 سال گذشته، 33 سال گذشته، دگرگونی های تکنولوژی، اطلاعاتی، بازار تجاری، تمام این دنیا عوض شده، ولی مغز ما، نگاه ما عوض نشد. کسانی که خیال میکنن که انقلاب بدهکار اوناست، از خودشون یه آن بپرسن که آیا نظام فعلی خودشو بدهکار کسی میدونه؟
نه. آیا واقعا انقلاب ربودی ها رو به دکاره؟ نه. اصلا این جاده رو توی کرده رفته به سمت قدرت منطقه ای؟ در ایست 33 سال این تبراب دنیای آقایون مثل این که در ایران و در ایرانی و در مبارزه مؤثر نمیدونن. این منازعات گروه های مخالف خدا فقط میدارد که چقدر وقت و پول و مال و نیروی انسانی و ژنی مبارز آدم مبارز از بین برده. نتیجه شده که دونه دونه آقایون دونه دونه گروه ها ضعیف شدن، هم دیگر خونسا کردن، به جون هم افتادن، هم دیگر خونسا کردن، مردم از اونا بیزار شده. در نتیجه میره به یه دوره سکوت. ملتقا چون در درون هر کدوم، در ذات هر کدوم از این آدم ها میل به یکی شدن، متحد شدن، ائتلاف نه اتحاد، ائتلاف وجود داره، پس فرصت میده این میل به اینکه اجلاس هایی که آقای بهبانی اشاره به یکی از اونا کرد زور پیدا کنه. من شک دارم که آدم هایی که در اونجا آمدن وابسته به یک جایی به خصوصی بودن یا مثلا وابسته به یه رهبری به خصوصی بودن، نه، برعکس. از آقای دامغانی، جویان دامغانی، یه شعری میخورن که در همین موضوعی چاپ زده بود، میگه یاران بازمندز طوفان انقلاب گرد هم آمدند، در مورد همین استکل میگه، و ندیدند ما همچنان روانه یک فصل سرد و سخت در جا نشسته. اونایی که جلسات خودمونی درست کنن مبارکشون باشه، ولی اگر این جلسات تبدیل به بسیج نشه، یعنی استعداد آفرینش بسیجی رو نده، یا میشه همین یاران بازمونده. خب نظام فدایی همه این گروه ها رو میشناسه، همه این گرایش ها رو میشناسه، با یه قدرت عظیمی هم اونا رو محکوم و منکوب میکنه. یکی از رجال سابق کتابی نوشته در عرفان که مورد تأیید خیلی ها قرار گرفت، در ایران خواسته چاپ بشه. اول اجازه میدن، بعد اجازه رو پس میکرد، ای آقای کروی این طاغوتیه. یعنی حتی فرصت نمیدهد نظام به اینکه یه آدمی در کار اثر سیاسی بوده، دوچار تعلم شده، رفته نشسته در باره عرفان تحصیل کرده، تحمل این رو ندارد. خب چون نظام اداره میشناسه، دفاع انفرادی بیهوده است. برعکس هر حمله که از طرف یه جبهه وسیع و مختلفه بیاد پیش مفیده، ولی کجاست یه جبهه و مختلفه؟ هیچ کس نمیتونه بینتونه بگه که طول مدت عمر این نظام چقدر. پس باید مبارزه رو طوری تدارک دید که حاضر آمادگی همیشه در جامعه وجود داشته باشه، یعنی مبارزه طولانی با تمام اختلافات که بین گروه ها و گرایش ها هستن، یه زمینه ای وجود داره برای کار مشترک. این به وقت اون میشه به توافق رسید. اون آرزوی پنهان ماست، آرزوی پنهان یک کمونیست که
مجاهد قدیمی، یک گلف قدیمی، یک پادشاه طرف واقعی قدیمی، یک جبه ملی قدیمی. آرزوی واقعی پنهان اینا چی بوده؟ همه اینا آرزو داشتن به سلطه دموکراسی به رنگ روسی، همه بعدان هم که در خارج هستن ننوشته هاشون کاملا نشون بوده مایلن برن به سمت دموکراسی. پس یه آرمانه پنهان در وجود همه آدم ها هست، دلشون میخواد از این فشار تاریخی بیان بیرون، دلشون میخواد بیرون در راسی با نظام بالای سرشون نداشته باشن، رو در واسی با هیچ قدرت و هیچ شخصی نداشته باشن، حرفشون رو بزدن تا زوب بشه این یخه انجمادی که بین گروه ها از یه طرف و بین خود گروه ها بین خودشون ها تریدیس بایست زوب شد، گداخته شد، زوب شد، رفت توی قالب تازه. در یه دنیای امروز دموکراسی ها که مثل هم نیستن، ممکنه دموکراسی که آقای بیبانی فرض کنه از مال من جدا باشه، ولی اصولی داره، معنی اصلیش از بین نمیره. دموکراسی انگلستان با دموکراسی امریکا فرق داره، دموکراسی انگلستان و امریکا با مال فرانسه فرق داره و مال آلمان فرق داره، ولی ذات رو دست نمیزنن. آزادی بیان، انتخابات سالم، حرمت دیگری، آدم ها بی خودی که نمیرن تو مخالف بشن، آدم ها یک نقطه دردی دارن، یه جایی رنجور شدن، چه در گذشته قبل از انتخاب چه بعد از انتخاب. دموکراسی معنی مردم سالاری نیست، توجه داشته باشی تو هر کسی نیم برابر اون بذاره به بنبست میرسه. مردم سالار نیستن، مردم گرایش دارن به سمت دموکراسی. بنابراین مردم گرایی نه مردم سالاری، کسی سالار مردم نیست. نظامی که از این دموکراسی برمیاد، خوب توجه کنید، این هست مشترک همه گروه هاست، من هرچی فکر کنم من با مجاهد هم بیدارم، این هم همینی میخواد توده یا همینی میخواستن در حال نگاه کنیم به اساسنامه اولی حزب توده، همه شون آرزو که یه روزی تبدیلی به کشور دموکرات بشه ایران. پس پس مشترکی دارم یه آرمان دارم، از وزی و شریف، از کاسب و کوچه و فلا که بگیم این دردشون که خب هر تمام بزنم، خب قانون اجرا بشه، همین میخوام انتخابات هم توش تخلیم نباشه. نگاه کن کشور میانمار، بیرمانی سابق، این خانم سوکی که الان داره انتخاب شد، امروز 20 ساله داره مبارزه میکنه، چی گفته؟ میگه دموکراسی. پدرش کی بود؟ پدرش کی بود که استعمار رو روند استقلال داد به این کشور، منکر پدرش نشد، رفت کار کرد با نیات پدرش. این حد اقل ها تو دنیا رفته، تو متن دنیا تمام کرد. تو مالی کودتا شده، ولی مردم را افتادن پرچم هوا کردن روشم نوشته ما دموکراسی میخواییم. کشور مالی از عقب بوده ترین کشور اسلامی است. اون وقتا در دوره بچگی باستیم خواست اگه منطقه رو بگن دور، میگفتن تومبکتو. تومبکتو همین کشور مالی امروز، یه شهری نادم فلانه رفت به تومبکتو، یه رفت به سفر دراز. نه تو متن جهان مالی امروز نظامی که از دموکراسی و مردم گرا به وجود بیاد، مشخصه اصلی و عمدش در نظر گرفتن تمایلات مردمه. اگه این اصل رو شما چیز کنید، بی نیازید از آرمان، حالا بیاد به دنبال این یه پیشفند بذارید، یه پسفند بذارید، مثل اون وقتایی که میگفتن دموکراسی پوپولر، این
کشوری و وابسته به شوروی. نه آجا، دموکراسی پسوند و پیشوند نداره. یا آدم نگاه میکنه مردم، اراده مردم میبینه، به اون اراده جواب میده، به قول کلوخان زن وکیل و رعایا میشه، یا این که فیلال میکنه اینا رو فرید بده بره چیز کنه. یه آدمی در سنگال خواست این کار رو بکنه، اخیرا سنگال قدیمی ترین کشور دموکرات افریقاست، مستعمرم بوده. یه آدمی 11-12 سال پیش آمد به نام عبدالله وعد، رئیس جمهور شد، از خودش و خانوادهش نه فقط سروز غیر عادی اندوستن، تبدیل کردن به یه دربار، مردم شوریدن. چون ایشون به خودش خیلی اطمینان داشت، قانون عوض کرد که دور سوم رئیس جمهور بشه. مردم گفتن خدا رقیبش آورد به بیدول برسه، تنبیه شد، شکست خود، معذرت خواست. این است که کسی که میخواد از دموکراسی سوء استفاده کنه، یه کسی که میخواد اراده مردم رو نبینه، یک دماغ، یک خون از هیچ دماغی نیومد در این مبارزه انتخاباتی. سنگال متمدن تر از من و شماست. کسانی که راجع به دموکراسی کتاب نوشتن و دروغ میگن، بعد میگن کمک خارجی. نگاه کنید انتخابات سنگال رو، من کشورهای بزرگ دموکراتیک اسم بردم و سنگال میگم، با 22 میلیون جمعیت، با اون سادگی زندگی. پس دام این است که پیشوند بذاریم، پس بند بذاریم. نه، کلمه مردم گرایی از همه چی درست داریم. اگر دیدیم در انقلاب مشروطه اسم مشروطه رو بردن، برای که میخواستن سلطان قاجار رو مشروط کنند، سلطانیتش رو به قانون، نه چیز دیگه. مشروطیت معادل دموکراسی نیست. خانم آقایون توجه داشته باشید که مشروط کردن یعنی مشروط به قانون، تو پادشاهی ولی مشروط به قانون. هدف مشروطه، هدف اون انقلاب فقط این بود که مهار کنن قدرت سلطان قاجار. اگه نگاه کنید به واژه مردم گرایی یا دموکراسی، میبینیم که همون چیزی توشه که تو فرهنگ ما بوده، حرف شده، حرف شده، عملش نبوده. مصلحت ملک و ملت، آدم دموکراتون، آدم دموکرات حرف کسی رو قطع نمیکنه تو حرف زدن، آدم دموکرات تو جلسات دعوا نمیکنه، آدم دموکرات فرصت میده. آدم دموکرات نمیاد بگه من فقط رو جوان ها حساب میکنم. تازه یه مالیات میگیرید توی کشور، توی این مبارزه برای چی شما سرین بالاتر حذف کنید؟ اونا کمک کننده این مبارزه هستن، همون آدم های بالای 45 سال، بالای 50 سال، بالای فران. این چه حرفیست که آدم بگه جوان ها میفهمن شما نمیفهمید؟ اشتباه بزرگ سیاسی. امروز همه مخالفان نظام ولایی، همه حتی در داخل اصلاح طلبان، از رفتن به دموکراسی حرف میزنن. حالا با بیشتر به خارج توجه میکنیم، ولی یه شرط داره رفتن به دموکراسی، یک شرط، دوتام نیست. هر چه دیگه میگن برای ایز گم کردنیه. شرط اول و آخر دموکراسی اینه که من و آقای بیمانی اول دموکرات باشیم در حرف زدن با هم. در درون و کوچه و بازار و سمینار و کنفرانس و جشن و بعد همه چیز، و این کار مشکلی نیست. آیا استعداد ما از سنگالی ها کمتره؟ آیا ما از تونسی ها کمتریم؟ آیا ما از افریقای جنوبی کمتریم؟ بسیار
احزاب و گروه ها و انجمن ها و کنگره ها و اجلاس های کوچک و بزرگی که امروز همشون هم از سر حسنیت تشکیل میشه، الزاماً به دموکراسی عمل نمی کنن. عمل نمی کنن، پس قادر نمیشن که جاذبه ایجاد کنن. من یکی از اینا که رفته بود به جلسه ها بگفتم که چطوری انتخابات شده هیئت مدیره، گفتم چه میدونم اومدن پنج شش تا اسم خود در مام دست رو کردیم بالا، اینه دموکراسی؟ حالا گاهی وقتا متوجه نیستن که جاذبه است که بسیج رو میاره. جاذبه در تملق‌گویی مردم نیست، در مشارکت دادن مردمه. اگه شریک خودت نکنی مردم رو، مردم حس بکنن هیچ کارن، پس ما میشونیم برای تو دست بزنیم فقط. در این حالت که وقتی متوجه جاذبه نیستن، بسیج رو در فکر میگیرن، به خودشون میگن آره علتی که ما موفق نشدیم این بود که تو سازماندهی اینه که ما بعض مالی بود خیلی خوب نبود. آیا کسی به اینا میگه آقا شما مردم رو نشوندید، دعوت کردید، در چی شریک کردید؟ دوستان یادشون رو کنگرهای متعدد رو دوره میشنن و حتی آمان تصدیب میشنن، ولی هیچ کس در هیچ کاری شرکت نکرده. یه مرد خوش سیما، یه مرد، یک قیافه، یک حرف خوش، یه حرف زیبا معنیش دموکراسی نیست. مردم امروز در هر حال سه چیزو میخواد: مشارکت، شفافیت، مسئولیت. کاری که میکنید باید شفاف باشه، کاری که میکنید بایستی من در شریک باشم، به شکلی یک گوشش رو بگیرم، کاری که میکنید بایستی مسئولیت دارید، باز جواب بدید در مقابل سوال ها. کی جنبشی به مقصود نبرسه مگه این ستون رو در رعایت کرده باشه. این رهبران متکبر و غالبا خود رهبر بینان گاهی به دلیل زحمت شخصی که میکشن و واقعا هم زحمت میکشن یه تنه کار میکنن. خب یه سخن قشنگی هم میگن خودشون، خب چون زحمت میکشن خودشون مهم میدونن که من آقا من مثلا اینقدر سال دارم کار میکنم و چون توفیق بیدارم امکان دوچار دپرسیون میشه. یه جایی میخوندم که کسی نوشته که من 11 سال نیم است که قلم میزنم. مبارکتون باشه، مبارک باشه. اگه من مینویسم رو بود دلم بخور. حالا خوشبختانه در این دوره نویسنده میدونه که اجری نیست در کار، رو بود درش بخور، منتی نداره. من منت بذارم آقای بیوانی که بگم من دارم برای شما حرف بزنم، نه قدرت این طرز فکر. پشتش دپرسیون هست، پشتش افسردگی هست. وقتی افسرده میشن میگن آقا این مردم هستن، نه این با این مردم نمیشه کاری کرد. اتفاقا مردم خوب دریافتن که با رهبری مثل تو نمیشه کاری کرد. پس راه آسان‌طلبی میگن اگه ما این سرمایه پیدا کنیم مردم رو بخریم. چه یادم نمیرم یک کنگره در واشنگتن بود، آخر شب ما رو بودن به جایی، یکی از دوستانم خلاص یکی از شخصیت ها گفته این حرفایی که تو میزنی ولی خیلی خوبه، ولی به یه پول گنده احتیاج داره. نه چرا؟ اونجا تسته دار تو اگه کار ایران با پول حل میشد تالا حل شده بود، برای که هر چقدر در جور حساب کنیم پول اونهایی که میخوان ایران شکست بدن بیشتر از پول خود ایرانه. باور
پول نمیشید که ریشه در پول نیست. بدتر از اونی وقتی که میشیم که روبرو میشه آدم با یه رهبرانی که خیال میکنن که دیگری سخی نیست، دیگری مشارکت نمی کنه. چون مشارکت نمی کنه، چون مردم ایران از این مبارزه بریم، نه قصد بریم از خارجی ها بسیاریم برو بگیست اکترسی موفق شد. این حاله این تشخیصات غلط تبدیل به یه فرهنگ خانمانسوز اپوزیسیون شده در طول این 30 سال. این رو میخواد برای ما عادی کنن که بله ما از خارج کار بگیریم خیلی خوبه. تا من شدیدم که بگه امریکایی ها اینا رو آوردن، خب این ما میتونیم با کمک امریکایی ها بریم یا روسا چی خجالت داره حرفا چی. بارها به خود من گفتم شما که اینا رو میگید کسی دورتون جمع شد؟ من که ادعای رهبری نکردم، من ادعای روشنگری دارم. یعنی اگه تو تاریخ میبینی من سعی کنم چراغ بیندازم. جوابشم اینه که شما که پول گرفتید و اون حرفازه به کجا رسید؟ اینطور توجیهات من آدم های خود رهبر بینه. نظام برای خودش یه هدفی داره، هدفش موندنه. موندن تا قدرت رو نگه داشتن. ما زوایای نفوذ رو پیدا کردیم. اونایی که در داخل کشور هستن آرزوشون اینه که ما یه حرفی بدیم که با اونا شریک بشیم، یا اونا یه حرفی بدن که با ما شریک بشن. ولی در جنبش سبز نیست که وقتی خارج از او راضی شد اونا گفته اینا با ما نیستن. از سخن مشترک بین داخل خارج وجود داریم در حال اونا که این راه میرن ریشه شون در آب نیست، گیاهیست که میخشکد. از طرف دیگه فراموش نکنیم که هرگاه ما یه قدرت بسیج کننده ای رو پیدا کردیم، هرگاه ما آرمانی که مشترک اون رو پیدا کردیم، هرگاه با خودمون به کمک خودمون سرپایی شدیم که میتونیم تبدیل به قدرت سیاسی میشیم به صورت یه حزب، به صورت یه جبهه یا به صورت هرچی، اون موقع شما میتونید مذاکره کنید. نمایندگان سوریه در ترکیه مذاکره میکنن برای که میدونن چی هست. پس قدرت سیاسی با قدرت سیاسی در بحران میتونه معامله کنه. حالا این آقایون که قدرت سیاسی نیستند، که آرمان مشترک رو پیدا نکردند، بعد حرفشو زدن که سازمان ندارن، که مشارکت و مردم رو ندارن، که شفافیت ندارن، که مسئولیت ندارن، فقط نیست مهمان یه سرزمینی هستن که به میزبانشون میگن کمک کنید به ما. نه، اونا با کسی اینطوری را کنار نمیان. ما در این سالا دشمن اون رو بسیار حقیر گرفتیم و دشمن دشمن رو کارساز خودمون فرض کردیم. یعنی خیال کردیم حکومت مثلا امریکا چون با ایران اختلاف داره دلش برای من و شما سوخته. نه، دو پرونده جداست. یکی مبارزه اداری ها برای فرود آوردن نظام، یکی اختلاف دولت امریکا با دولت ایران، با نظام ایران. این جداست. یه دلیل ساده ای دارم، اینه که ایرانی ها از صنایع هسته ای دفاع میکنن
در حالی که دولت امریکا یا اسرائیل دفاع نمی‌کنه. پس منافع ما با هم فرق داره، فرق داره منافع ما. خصومت غرب با مخالفان درون و برون به معنی دوستیش با ما ها نیست. ابدا. اونایی که فرض میکنن، شنیده ما جمله اونا نقل میکنن، غرب میزنه آقا سر را ما هم میریم خونجا، اینطوری نیست. گو بزن و ببند بده دست من پهلوا. نه، ایران دست چین آدم ها نمیدن. یه بسختی بزرگی که هست اینه که تمام این آقایون رهبری، تمام اونو که به کمک خارجی اعتماد دارن، همه جا به نام ملت حرف میزنن. در قبار کمک هم که حتی در گذشته سال 80 به نام ملت ایران کمک میگرفتن. آخه با کدام اعتبار نام اطراف مردم شما به نام مردم حرف میزنن؟ ما میتونیم بگیم به نام مثلا جبهه مون، اطراف جبهه معترضه، اطراف حزب فلان، اطراف فلان، حق نداریم رسو مردم ایران رو بیاریم. هر کس به اسم ملت ایران حرف میزنه دلیل اینه که ملت و مملکت ایران رو نمیشناسه. کنفرانس ها، کنگره ها، سمینار ها، هر چی تشکیل میشه معرف تمامیت ملت نیست، معرف اراده حاضرانه. باید این حاضران منشور خودشون رو بدن، از منشور خودشون دفاع کنن. حرمت کشور میزبان سر جاشه، تبعیت از کشور میزبان معنی نداره. بران مادام که نیروهای مقاوم مبارز به یه منشور به ثبت و ضبط نرسونن، در راستای قواعد بین المللی حرمت ندارن، سازمانشون رو به ثبت نرسونن، در با دموکراسی عمل نکنن، در کاری که میکنن اپوزیسیون آلوده است. در داخل ایران ایرانیان ناراضی، معترض، نه فقط سبزی ها، همه از ترس سیاست خشن غربی ها و شرقی ها ناگذیرن برن پشت سر نظام. سیاستشون اشتباه غربی ها، هرچی بخوان بگن، هرکس خواست بحث بکنه. تحریم نباید برای ایران میشد، باید به ایران تجارت میشد. بنابراین من ناگذیرم سکوت کنم، در این حال مبارزه. اگر ایران دفاع کنه ایشون با جمهوری اسلامی، اگر از تحریم دفاع کنه جمعه با امریکاست، نمیشه. باید تفاوت یک تقاضاهای یک سازمان مخالف رو با یک کشور مخالف فرق بسازه. برای سلامت و مبارزه بهتره که ما به شعارهای متوسل بشیم که در ایران خریدار داشته باشه. برای سلامت و مبارزه باید کارهایی بکنیم که به سلامت رابطه اون با کشور میزبان به هم نخوره، حرمت آرون و هر باید داشته باشه. برای شیوه های دموکراسی که جوان بشه که کس ایتون معترض با بشه در این کشورهای دموکراسی، در کشور دموکراسی که باید وقتا گوینده یه راده من میگفت که من میدونم شما درست بگید ولی اینه نگو. عجب. ما یک کار بزرگی در پیش داریم وقتی که داشته باشیم سازمانمون. نفس حرکت مبارزه در اون مرزی ها و برون مرزی ها رو باید داشته باشیم. چی رو چی میزنه؟ مردم ایران بسیار وطن دوست، به دلایل تاریخی، به دلایل دخالتی که اشاره کردم در آغاز، از این مردم با غرور
که با سه تا یورش مقاومت کردن. حالا یورش های کوچک ماشی از شوروی و آذربایجان و کردستان رو میزنن کنار، یورش های استعماری جدا کردن بلوچستان، بردن بحرین، بردن قفقازی، اینا رو میزنن کنار. مردم استقلال خودش رو پابند دن، وطنشون دوست دارن. دوست ندارن ما گدایی کنیم بیاست خارجی. اینو باید فهمید. لینین جنگ بود بین فنلاند و آلمان و دیگر کشور نباشید که اروپا یا آلمان و با فنلاند پول از آلمان گرفت، عدد رقمش هم هست و رفت به داخل کشور. حکومت شوروی درست شد ولی آخر کار افشا شد. شما از لینین باوشت بشید و از اونم نافذتر در جامعتون نشید، حواستون جمع کنید. قریب یه قرن، بیشتر از یه قرن که ما داریم به سمت اخذ علوم و فنون غرب میشیم، بنابراین رابطه سالم و طبیعی با کشور غربی داریم. ما بچه همون نفرستادیم پیچن دست بخونن و مستوچی، بچه ها رو فرستادیم به اروپا، به امریکا. بورسی های دولتی از زمان رضا شاه رفتن به اروپا و امریکا. یعنی ما به طور طبیعی چشمون به غرب، نباید از این ترقی و تجدد طلبی نتیجه بگیریم که حق با غربه. این اشتباه اینه که خیال میکنه هر کاری که عربی‌ها بکنن درسته. نه، حتی از حقوق از لحاظ حقوق بشر در غرب انحرافایی هست. بنابراین باید استقلال تام داشته باشه. از طولانی شدن معذرت آقای دیوانی. ممنونم آقا، گفتم و میبخشید. خواهش میکنم، بسیار استفاده کردیم. اجازه که من یه سوالی باز در اینجا بکنم از شما. منو مثل همیشه محبت پدرانه بکنید و منو راهنمایی کنید. من معتقدم که یکی از دردایی که تو این فرمایشات شما هم مشهود بود این استش که جامعه یا بخشی که در حقیقت صداش رو میشنویم به دو تا عنصر توجه داره، آنها و اینها. آنها در بالا فرمان میدن، اینها در پایین عمل میکنن. این خودش تو این داستان هیچ نقشی نداره. و این یکی، من فکر میکنم موزل اصلیش اینجاست که اصلا پای خودش رو از این محیط بیرون میذاره و خودش رو اصلا داخل آدم حساب نمیکنه، بلکه یه آنهایی وجود دارن یه اینهایی. آنها در اون پشت نشستن نقشه میکشن و اینها در پایین عمل میکنن. این نقش خودش کجاست پس؟ من این سوال رو دارم، نمیدونم اگر سوالتون جوابتون توی سوالتونه. این ها آدمایی از سیاسی سرگشته که دور خودشون رو میچرخن. مثلا چطوری ممکنه آدم بتونه آنها و اینها کنه؟ در اوج قدرت اسلام و خلافت بغداد سفاریان داری چی کار کردن؟ طاهریان داری چی کار کردن؟ سفید جامعگان، سرخ جامعگان، این همه نهضت های اسلامی ایرانی وجود اومد. من به شما بگم اگر آقای احمدی نژاد میگه ایران بعد اسلام، ایران اسلامی، بی خود نمیگه، میدونه که رگ خواب مردم میده. در هر حال نه آقای دیوانی، تشخیص تو درسته، همونو که فکر کنید همونه، همونو یا خواستید نشدید. ولی کسانی که از اون چیزی در ایران میگذره خبری ندارن و خیال میکنن که ما بایستی به کمک غربی ها بریم به چیز ایران و در ایران هم هیچ کس وجود نداشته، نداره، هیچ نیروی نیست، فقط ما هستیم، اینا برآورد صحیحی نمی کنن. حالا من نمیگم خدای نکرد اینا نظر شخصی دارن برای ما نگذی، نه، اشتباه سیاسی میکنن. چرا که 30 سال اشتباه سیاسی کردن؟ افسوس که هر چیزی رو نمیشه تو رادیو گفت،
ولی من آرزو اینه که یک سمینار درباره چرای این 30 سال تشکیل بشه، 40 نفر 30 نفر 50 نفر هر چقدر بخوام بیاد، ولی محرم، محرم یعنی آدمایی که کف نفس داشته باشن، قصدشون راه چویی چاره یابی باشه نه عیب چویی. من هر وقت انتقاد میکنم راه حلشم پشتش میدم، نه حالا، در زمان پادشاه سابق هم اینطور بود. اونا که خیال میکنن که اگه یک تو رادیو حرف نزنه، اگه یک تو رادیو بنویسه یه خود کار آسون میشه، اشتباه میکنن. خوشا به اون ملتی که ثروتمند بشه، خوشا بدا به آن کشوری که ندونه با مردم ثروتمندش چه کار بکنه، خوشا به حال مردمی که آزادی بیان دارن، بعد به حال رهبرانی که نمیتونن ثروتی که در آزادی بیان هست چقدر زیاده و چه اسلحه ایست. باید رفت به سمت مردم گرایی، راه حلها هست و چشم رو باز کنید. ممنونم، خواهش میکنم، متشکرم آقا، از شبتون بخیر، من... روزتون بخیر، قربان شما، انشالله که سال نو مبارک و از فردا کار واقعی برای امسال شروع کنیم، امیدوارم. ممنونم از شما، خدا حافظ، مرحمت روزی. عرضم بزرگی شما دوستان، تا آقای ودیعی رفتن اینم توضیح بدیم برای علاقمندان. آقای ودیعی هم وارد به یک مقاله اشاره میکنه، به مطلب آرمان ایرانی، و اشاره کرد به این که من این سوال رو که دارم، مسئله رو که مطرح میکنم، پاسخ مسئله رو همیشه داشتم، و این ویدیو یا سی دی شاهد زمان که مجموعه دو جلدی کتاب شاهد زمان هست که دوست بسیار نازنینمون آقای عرفانی در پاریس با زحمت بسیار اینا رو ورق به ورق اسکن کرد برای توضیح این داستان، و آقای ودیعی هم اجازه دادن که ما این رو به این صورت، حالا که امکان چاپش نیست، به این صورت در بیاریم. اون مطلب یعنی آرمان ایرانی هم در داخل این سی دی هست، و من فی الواقع پیشنهاد میکنم به شما که این سی دی رو تهیه کنید و به دوستانتون، اگه خودتون هم حوصله ندارید، حداقل به دوستانی که میشناسید این رو هدیه بدید بخونن. اون آرمان ایرانی، حالا اون بخش شاهد زمان که تاریخ، یه روایت تاریخی است، از آدمی که از دوران کودکی شروع میکنه، میاد تا به دوران زندان و بعد هم، ولی اون آرمان ایرانی موضوع مهمیه. من دعوت میکنم شما رو که این سی دی رو تهیه کنید، به ما ایمیل بزنید، پولش مهم نیست، مهم اینه که این بگرده. ممنونم از شما، سپاسگزارم از همه شما، تا فرصتی دیگر که در خدمت آقای دکتر کاظم ودیعی باشیم. متشکرم.